شما ببینید سوره مبارکه اینا رو وقتی قرآن میخونید دقت کنید. در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه پنجم از قول حضرت موسی سلام الله علیه به فرعون ببینید چی میگه. حضرت موسی رفت سراغ فرعون گفت من پیغمبر خدا، آیاتی هم دارم، معجزاتی هم دارم. وقد جئتکم به بینت من ربکم، من معجزاتی هم آوردم. آقای فرعون، من پیغمبر به نام موسی فقط از تو یه چیز میخوام. اون چیز چیه؟ فارسل معی بنی اسرائیل، فقط بنی اسرائیل رو با من بفرست، بقیه تاج و تخت و قصر و هر چی که داری مبارک خودت. من فقط با این آدم ها کار دارم، دنبال چیز دیگه ای نیستم. چقدر این مطلب مهمه. من از جانب خالق این انسان ها، رب این انسان ها، پروردگار این انسان ها، برای این مخلوقات و بندگانش یه پیغامی آوردم، یه مکتبی آوردم، یک مسلکی آوردم. من میخوام مکتب و مسلک خالقشون رو بهشون اعلان کنم و اونجوری که خالقشون میخواد تربیتشون کنم. همین، همه پیامبرانم همین جوریه. آیه آمن الرسول رو که همه تون بلدید، درسته؟ در آیه آمن الرسول تو سوره بقره چی میگه؟ میگه ولا نفرق بین احدن من رسوله. هیچ کدام از این پیغمبرانم با هم فرقی نداشت، همه آمدن انسانها رو دعوت به توحید و خدا و بندگی خدا کنن و اجتناب از طاغوت. امام حسین هم همین جوری بود. امام حسین هم فرمود اللهم انک تعلم انه لم یکن منا تنافسا فی سلطان، من دنبال سلطنت نمیرم، وللتماسا من فضول الحطام، من دنبال زرق و برق و این دنیا نمیرم، من فقط آدمها رو کار دارم، آدمایی که یزید برده خودشون کرده، من میخوام این آدما رو از زیر یوغ بردگی یزید رهاشون کنم، بنده خداشون بکنم. خدا میدونه مردم، در انقلاب ما امامم همین جوری بود. من یه جمله از امام راحل به شما بگم. امام رضوان الله تعالی علیه یک نامه ای داره، یک گفته ای داره به مرحوم حاج احمد آقا. تو اون نامش اینو میگه، میگه پسرم به خدا سوگند این پدر پیرت، لا اله الا الله، به کجا میرسد این پدر پیرت در تمام لحظات عمرش یک قدم برای رسیدن به مقامات دنیوی و مقامات معنوی بر نداشت. یک قدم. حتی مقامات، دنبال مقامات معنوی هم نبودم. یعنی اگه نماز شب میخوندم و تهذیب نفس میکردم و مبارزه میکردم، دنبال این نبودم که تیل ارز پیدا کنم. من یه عبدیم، تکلیفی داشتم، اومدم اون تکلیفم رو انجام بدم. آدمایی که زیر یوغ خاندان پهلوی بودن، اینا رو از بردگی در بیارم به وادی عزتمند بندگی داخلشون کن. پس انبیا و اولیاء الهی با موضوع اصلی جنگشون سر انسان بود. خب نکته چهارم، استعمارگران، تواقید. تواقید در هر دوره‌ای یه مصداقی داشته. امروز مصداق طاغوت کیه عزیز من تو کل عالم؟ همین نظام توسعه و مدرنیته غرب که در رأسش یه قلدری که ابا هم نداره الان بگه من قلدرم، به نام آمریکا قرار داره، صهیونیستا قرار دارن. آمریکا دیدید آقای اوباما چند روز قبل گفت ما ابرقدرت عالمیم، تمام امورات این عالم زیر دست ما باید اداره بشه. اینان، این تواقید آدمها رو استعمار کردن.
استثمار کردن و در نتیجه این استعمار ببینید مغزشون رو بردن، مالشون رو بردن، مذهبشون رو بردن. خب شیوه های استعمارشون چجور بود؟ جنگی که اونا با اولیا و انبیاء الهی داشتن چجور بود؟ مطلب چهارم اینه، جنگ تواقید با انبیاء و اولیاء الهی سه گونه بوده، هنوزم که هنوزه هست. یک، جنگ سخت. دو، جنگ نیم سخت. سه، جنگ نرم. جنگ سخت یعنی چی؟ خلاصش اینه، برای اینکه یک کشوری رو استعمار کنن میرفتن قشون میکشیدن، حمله میکردن به اون کشور، با شمشیر و اسلحه و تفنگ کشت و کشتار میکردن، اون کشور رو اشغال میکردن. بعد از اینکه اشغال میکردن مردم اون کشور و خود اون کشور میشد مستعمره ی اون اشغالگران. شما خیلی شنیدید میگفتن مثلا هند مستعمره انگلیسه، فلان کشور مستعمره فرانسه است، فلان کشور مثل ایران مستعمره پرتغال بود مثلا یه زمان. خب ببینید این جنگ سخت، اما دیدن خیلی هزینه داره. اگه اینجور بخوان برن کشورها رو استعمار کنن هزینه داره، کشته باید بدن، خیلی خرج باید بکنن. اومدن یک راه جدیدتری انتخاب کردن که این دیگه جنگ نیمه سخته. عزیزان من اینا رو دقت کنید، مهمه. یعنی چی جنگ نیمه سخت؟ یعنی استعمار نو، اون کار استعمار کهن بود، استعمار نو آمد گفت ما دیگه نمیریم به کشورها حمله کنیم، سرزمین ها رو اشغال کنیم. پس چه کار میکنید؟ ما یه راه راحتتر و کم هزینه تری رو انتخاب میکنیم و اون راه اینه، عوض این که بریم کشورها رو اشغال بکنیم، حاکمان اون کشورها رو خودمون میذاریم. حالا شاه، سلطان، رئیس جمهور، هر کیه، شاه اون کشور، حاکم اون کشور رو ما انتخاب میکنیم. ما قلدرا، ما تواقی، ما آمریکایی‌ها، ما انگلیسی‌ها. بعد وقتی که حاکم رو انتخاب می‌کردن، پشت پرده از حاکم تعهد می‌گرفتن، می‌گفتن آقا ما کردیمت شاه، ما کردیمت رئیس جمهور، باید به ما تعهد بدی هر چی ما گفتیم عمل کنیم. این شاه یه برده، یک عروسک خیمه شب باز بود دست اونا، هر چی دیکته میکردن میگفت چشم، هر جا میخواست بره با اذن اونا، هیچ نوع استقلالی نداشت. رضا شاه رو مگه چجوری آوردن؟ همینجوری. محمد رضا رو چجوری آوردن؟ همینجوری. الان تو کشورهای منطقه ما خیلی از شاهایی که هستن همینجوری هم. میگه کت خدا رو ببین، بفرمایید ده و بچاب. شاه وقتی که مال اونا بود دیگه سرمایه های اون کشور و مردم این کشور هم مال اوناست. ولی اینم باز یه ذره هزینه داشت. هزینهش چی بود؟ گاهی اوقات ملت ها بر مقابل اینا وای میستادن، نمیذاشتن اون مهرهی که مورد نظر ایناست به عنوان حاکم قرار بگیرد، موی لای دماغ اونا میشدن به اصطلاح امروزی ها. در استعمار فرانو که امروزه گفتن آقا این راه دوم هم هزینه داره، ما یک راه سومی انتخاب میکنیم که این راه سوم هیچ هزینه‌ای برای ما نداره، مثل آب خوردن کشورها رو استعمار میکنیم. دیگه نمیریم، آقایون دقت کنید، دیگه نمیریم حاکمان اون کشور رو ما بذاریم و به واسطه بر مردم اونجا استیلا پیدا کنیم. نه، امروزه حرفشون اینه، میگن ما خودمون، آمریکا الان اینو میگه، دنیای غرب امروز اینو میگه، مردم
ما خودمون حاکمان علل اطلاق همه دنیاییم. خودمون میگن آقا دنیا رو میخوایم بکنیم یه دهکده، ما خودمون کت خدای اون دهکده ایم. خب ببخشید، اگر شما میخواید حاکمان علل اطلاق کشورها بشید، ممکنه مردم اون کشورها راتون ندن. ببینید میگن نه، ما کاری میکنیم که مردم کشورهای مورد نظر خودشون ما رو دعوت کنن، خودشون ما رو بیارن، خودشون فرش قرمز زیر پای ما پهن کنن. لا اله الا الله. ببخشید، شما چجور میخواید مردم یک جامعه رو کاری کنید که اونا برا شما دعوت نامه بفرستن و شما رو بیارن و فرش قرمز زیر پاتون پهن کنن؟ ما دیگه جنگ سخت و نیمه سخت انجام نمیدیم، از طریق جنگ نرم این کارو میکنیم. استعمار نو، فرانو امروز کارش اینه. امروز آمریکایی‌ها بر کشورها استیلا دا پیدا میکنن با جنگ نرم، یعنی جنگی که مردم اون جامعه، خانواده‌ها در اون جامعه بدون این که بفهمن خودشون بشن عامل بیگانه، سرباز دشمن، بدون این که حالیشون بشه در میدان دشمن بازی کنن به عنوان سرباز او. این بلای جدیدیست که دارن سر کشورها میارن و همه همتشون اینه که سر کشور ما بیارن. با 8 سال جنگ سخت هیچ غلطی آمریکا نتونست بکنه، هیچ غلطی در دوران فتنه هیچ غلطی نتونستن بکنن. انقدرم حوصله داره میگه اشکالی نداره، من صبرم زیاده، آروم آروم کاری میکنم، شما مردم ایران منو دعوت کنید بیام و تازه به آمریکایی شدن و غربی شدنتونم افتخار بکنی، ببالی. این بلای امروز ماست. ای کاش روی این منبرا راجع به این بلا صحبت بشه زیاد. ما از امام حسین و اهل بیت باید اینا رو بفهمیم. شما نگاه کنید، همه بگید خدا لعنت کنه. یه خدا لعنت کنه همه بگید. خدا لعنت کنه آل امیه و آل ابو سفیان رو. با جنگ نرم کاری کردن که مردم خودشون اونا رو آوردن. بعد نامه می نوشتن، می گفتن جناب معاویه اگه دلت می خواد ما امام حسن رو کتبسته تحویلت می دیم. می رفتن شمشیر می ذاشتن بالا سر امیر المؤمنین، می گفتن یا با معاویه صلح کن یا می کشیمت. افتخارم می کردن. یعنی یه جوری جو و عوض می کنن که طرف دانسته یا ندانسته بشه عامل دشمن و افتخارم بکند، افتخارم بکنه. بهش میگفتن چرا حسینو میکشی؟ میگفت میخوام به خدا برسم. به ابن ملجم مرادی گفتن چرا شب 19 به سر امیرالمومنین شمشیر زدی؟ میگفت چون احتمال دارد شب قدر باشد، کشتن علی چون کافرت ثواب داره، من شب 19 میخوام بزنم که ثوابش 1000 برابر بشه.